سلام رفقا، حالتون چطوره؟ به مستر دکو خیلی خوش اومدین. کیارای سحرنگاه و محمد و قسمت پنجم سریال شریک جرم، کار آقای مازیار میری. این نکته در کامنت ها من دیدم، البته جوابشون دادم ولی اینجا هم میخوام جواب بدم. اسم آقای امین شعرباف، ما اشتباهاً شعرباف میگفتیم، ولی انگار یه صنعت قالی‌شویی و قالی‌سازی، قالی‌بافیه در استان یزد که به ما تذکر دادن، گفتن آقا شعربافه، بگید شعرباف. شعرباف یعنی یاوگو. ما هم از این به بعد رعایت میکنیم. به ایشون هم گفتم که شما اطلاعاتتون در روی استان یزد زیاد بوده، ما رو ببخشید. به هر حال بعد نوشته بودن اندکی مطالعه، گفتم دیگه به هر حال ما نمیتونستیم مطالعه رو انجام بدیم دیگه، یه چیزیه که خود مردم یزدم شاید خیلی هاشون ندونن، ولی امین شعربافه. بریم در ادامه ببینیم صحبتاتون چجوری بوده در قسمت پنجم، که آرمان در مخمصه گیر میکنه که برای رهایی از آن باید تصمیم مهمی بگیرد. بریم و برگرد. درود بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. با قسمت جدید شریک جرم در خدمتتون هستیم. سریال متاسفانه برای من یک سریال فرامنطقیه که هیچ جوره با منطق من سازگار نداره. یک سری وقایعی توی سریال داره اتفاق میفته برای شکل دادن به داستان، فقط به خاطر شکل دادن به داستان، هیچ منطقی پشت این قضیه نیست. مثلا شخصیت اصلی داستان ما خانم سارا بهرامی، یک بار گرفتن تهدیدش کردن، میدونه که دنبالشن، گفتن اگه پیگیر این داستان بشی میکشیمت، موتور میاد میخوره با آینه چپش از ماشین پیاده میشه، میگه آقا چی کار میکنه؟ خب اگه یه آدم درست جای ایشون بود، کسی که ذهنش کار میکرد و از لحاظ منطقی راهشو میگرفت میرفت کلا، اصلا کاری نداشت که این چی کار کرده. اینها چیزایی که با عقل آدم جور در نمیاد. بالاخره من متوجه شدم آقای شعرباف شخصیتش جوری بهش پرداخته شده توی سریال که ببخشید این کلمه رو استفاده کنم، منظورم شخصیتشونه، که این حالت خنگ‌توری و کمپوشی رو میخواسته بهش بپردازه. جایی که دختر خانم نسرین خانم برگشت بهش گفتش که تو چرا انقدر خنگی، میگه گوشی ندارم چجوری خبر بدم، یعنی اینو بهش اشاره کرد. خدا رو شکر که پس میخواستن به این موضوع بپردازن، چون توی همه قسمت ها میگفت من چیکار کنم الان باید چی بشه. ولی با تمام این وجود مگه میشه شما وکیل باشی بعد بیانی که تهدیدت کنه بعد نیایی بگی تو اون لحظه که آقا اگر من با این خانم در ارتباط بودم بیایید منو ببرید پزشک قانونی؟ مگه وکیل نیستی؟ اصلا منطقی نیست. این اتفاقایی که داره میفته واقعا همونطوری که گفتم اول صحبتام فرامنطقه و یکی دوتا هم نیست. مرسی کیارش. اکتینگا رو دوست نداشتی؟ یعنی وجهه آره اونا بگو بهم که تغییر اکت خانم نسرین رو دوست نداشتی؟ من خیلی دوست داشتم اون تغییر اکت رو. نه اصلا راجب اون صحبتی نکردم، چون اذیت هم نکرد، یعنی اوکی بوده برای من. به خاطر همین بهش نگفتم. میگم این تغییر اکت خوب بود. آره خوب بود، ولی چیزی آره که خیلی برای من تو این قسمت نکته مثبتی حساب میشد که پرداختم به شخصیت ایشون که میگفت آقا شما آدم خیلی کمپوشی هستی. یکی بازی آقای علی سانیفا رو من خیلی دوست داشتم، مخصوصا زمانی که داد میزد، واقعا باورپذیر بود بازی ایشون برای من. علی سانیفا از همینجا به سلام میکنه، دوستان قدیمی منه و امیدوارم هر جا که هست سلامت باشه. البته میبینیم که سلامته. درود میگم به دوستای خوبم هم مخاطبا و همراهان همیشه که من عوض میخوام به صدای من مقداری گرفته اگه اذیتتون میکنم. شریک جرم اون توی نقد قبلی هم گفتم سریالی که من دوستش دارم باهاش همراه میشم، ولی با اینکه این قسمت اتفاقای بیشماری افتاد و سعی کرد حالا تعلیقایی به ما بده، ریتمش برای من از قسمت پیش یه مقداری یکم خسته کننده تر بود. حالا شاید برای من اینطوری بوده. بازی‌ها رو دوست دارم، فقط این زمانهایی که خانم سارا بهرامی داد میزنه خیلی برای من اذیت کننده میشه، یعنی خیلی کم دیالوگ‌ها رو متوجه میشم. بازیش رو دوست دارم اینجا، ولی اون مثلا اون زمانی که به روی ماشین نشکش میکوبید و سر اون افسر داشت داد میزد، من واقعا داشتم اذیت می‌شدم. و یکی اینکه می‌خواستم ببینم که آره بهتر نبود زمانی که نسرین شخصیت حقیقیش برای ما پیدا شد یکم لادتر، وحشی طورتر. به هر حال مال یه تیم خلافکاریه، چون اون مردی هم که داشت به عنوان همسرش، آره نمی‌دونم واقعا همسرش هست یا نه، من بعید می‌دونم،
داشت با اون پسر میزن یه مقدار لاتر بود، ولی همچنان نسرین اون نازی و اون اشور و انگار علای مثلا هزار تا گل برگ آورده بودنش بیرون داشت این اون صحنه رو بازی میکرد. چهرهش خوب بود ولی دوست داشتم مقدار لاتر صحبت میکرد. سلام به همه دوستای خوبم و به تمام کسانی که دارن ما رو میبینن. شریک جم تا اینجا من فکر میکنم یه مینی سریال رو داریم میبینیم، ولی ریتمش به قول سر خیلی کنده، یعنی این قسمت خیلی بیشتر، یعنی یه اتفاق رو توی یک قسمت داشت به ما نشون میداد، اتفاقی که فکر میکنم توی 20 دقیقه هم میشد جمعش بکنیم. اما اینکه بعد چند روز پزشکی قانونی کیارش چیزی رو ثابت نمیشونه بکنه بعد چند روز که اینو دوباره همدیگر رو دیدن، ولی این رفتاری که مثلا برای آرمان شخصیت پردازی کردن خیلی، یعنی از دور از چیزی بود که انتظار داشتم. توی خانواده حقوقی به دنیا آمده، عاشق وکالته و داره تمام تلاشش رو میکنه، توی دفتر حقوقی هم کار میکنه و انقدر حالا به قول تو ترسو و انقدر ندون به، یعنی به حقوق آگاهی نداره. یعنی تویی که دانشجوی حقوق هم باشی، 4 سال درسشو خونده باشی، میدونی این تهدیدا چیزی نیست که بخوای ازش بترسی و فرار بکنی. یکم دور از چیزی بود که در مورد آرمان نشون دادن به ما. اما اینکه تعلیقی که تو قسمت قبلی در مورد نیلوفر اتفاق افتاد، حالا یه جنس فضایی رو نشون داد که نیلوفر توی بام تهران و کات خورد، من گفتم به احتمال خیلی زیاد همون هفته مثلا کشته شده، اما دوباره اینو دیدیم که این دفعه کشتنش و واقعا نمیدونم چرا اینقدر ریتمشو دارن کند میکنن. اگر یه سریال طولانی بود با قسمت‌های بیشتر فکر میکنم که این ریتم خیلی عذابمون میداد. خب بچه یه چند تا مورد، و مورد اول در مورد کشتن اون خانومه که در تلکابین توچال بود. خیلی جالب بود، یه نفر از توی ساختمونی میدوه بیرون، میگن چی شده آقا؟ میگه یه خانومی خودشو کشته. تو هنوز نرفتی بالای سر وضعیت قرار بگیری ببین خانومی خودشو کشته. میتونستی از جمله یه خانومی یه نفر انگار افتاده پایین، تو حتی خانوم و آقا بودنش هم نمیدونی چون خیلی فاصله داشتی. این دیالوگا خیلی دیالوگاییه که قشنگ نویسنده چون میدونه داستان چیه همونجا اون چیزو مینویسه. نکته بعدی هم اینکه وقتی که حالا نویسنده کسی که این همه در معرض خطره، حتما باید بره لبی پرتگاه بشینه، به نظرتون بره لبی پرتگاه بشینه یه نفر به تق بهش بزنه بره پایین؟ یه ذره غیر منطقه بود. تو این سه قسمت به نظر من بازیا بچه ها بازیا یه کمی خوب بود، آقای سانیفر که خوب بود، علی عالی بود، علیرضا. بعد ارزم به حضورتون که اون جیغ و دادای خانم سارا بهرامی هم به نظر من جیغ و دادای بدی نبود. خصلت این آدم مدلش اینجوریه، نمیتونیم بگیم جیغ و داد زدنه بچه، نمیتونیم بگیم که طرف داره بازی میکنه مثلا الان بازی کنه حالا تیپ بیاد فلان. خصلتش اون مدلیه، یعنی جیغ زدنش همینه سارا برمی، کارش نمیشه که. ولی این خانم ثروتی بود، درسته خانم ثروتی رو من خیلی دوست داشتم، یعنی پوزیشنش یه دفعه عوض شد. حالا بریم در ادامه محمد رو بشنویم. ولی به نظر من این سریال این قسمت خیلی خوب استرس داشت. اون نصف شب شناسنامه نشون دادن هم برای من یه ذره بیمنطق بود. نصف شب تو اون تاریکی نور ماشین خود چی رو ببینه؟ آقا بذار تطابق اسمی کنم، اجازه بدین، ببخش. به هر حال دمشون گرم. حالا یه سریال نیمچه راضی کننده ای دارن که یه دو سه نفر توش دارن بازی میکنن که هندلش میکنن. سلام و درود خدمت همه مستر دکویای عزیز و همه دوستان خوبمون. مهتی جان، من شریک جرم اتفاقا خیلی با بازی ها مشکل دارم، یعنی به نظرم اون دست سریال هایی که نقش اول خیلی توش موثره و خیلی میتونه جذاب ترش کنه. خانم بهرامی دیگه نتونسته، دیگه واقعا نتونسته نقش یه تک بازیگر رو تو سریال در بیاره و ما رو همراه بازی خودش بکنه. بازی معمولی، فیلمنامه تکراری معمولی، چیز خاصی نداره. اینجوری هم نیستش که بگم نمیشه دید این سریالو، نه، به عنوان سریال خیلی معمولی در سطح خودش بدک نی، ولی نه چیز جذابی داره بشه در موردش صحبت کرد، نه اون تعلیقایی که حالا دوستان شاید به چششون اومده. زیاد من باورش نکردم، درگیرش نشدم، دستشون درد نکره که میسازن این سریال رو. ولی یه خورده و فکرم بکنن که مثلا حالا ما اگه این سریال هم نساختیم اتفاق خاصی هم نمیفته. بیا نمیدونم چرا این همه هزینه، الان همه چی مهیا، یعنی فیلمنامه هم بالاخره روند خودشو داره، یه داستانی هست این وسط،
چی میشه که من نمیتونم همراه شم. به نظر من، حالا نمیخوام زیاد به کارگردانگیری بدم، ولی بازیگرا من اصلا جذب نمیکنن که روایتشون منو دنبال کنن. بچه نمیدونم صحبتتون قبول دارین، سریال استانداردیه، استاندارد ساخته شده، ولی یکی حالا باگ نویسندگی و فلان اینا داره، ولی در اصل سریال استانداردیه، خیلی واو نیست، خیلی هم بد نیست. آره مهدی جان دقیقاً، چون مثلا یه سریالی هم میگیم آقا نمیشه اینو دید، این مثلا دیگه واقعا رو مخه، ولی اینجوری نیست سریالش، ولی خیلی معمولیه، یعنی معمولی زیاد شد بده دیگه، مثل سایه باز نیست. بشتم پیارشو در ادامه حرفام این بی منطق بودن رو یه ذره بیشتر باز کنم براتون. بهش میگه شماره نسرین رو داری؟ میگه گوشیمو زدم. آقای شهرباف به خانم بهرام میگه گوشیمو زدن، شماره ها اون تو بوده، ندارم، حفظم نیستم. خب سر کوچه پیادهش کردم رفته. بعد میگه بریم کنار بزنیم سیم کارت بگیر ببینیم چی پیداش کنیم. مگه از لحاظ منطقی نگفت من گم کردم خطمو دزدیدم، پس چه سیم کارتی بگیره که چه شماره پیدا کنه؟ اینا اصلا با منطق من جور در نمیاد. اتفاقا از همه اینا پرینت خطشو بگیره میتونه پیدا کنه از امور مشترکی. کاش میپرداخت به این موضوع. میگه ندارم، تموم میشه برای بیننده های. کاش میگفت. بعد میای بی‌منطق تر از این میگی من باش تماس گرفتم، تو که میگفتی ندارم، چجوری خط جدید گرفتی باش تماس گرفتی؟ اینها برای من در نمیاد. با شخصیت ها همراه نمیشم، فیلم ها من همراه نمیکنه. یعنی حتی بعضی موقع دلیل گریه هاشون هم نمیفهمم، گریه که خانم سارا بهرامی و آقای شهرباف توی این قسمت داشتن، هر دو صحنه گریه داشتن، حتی دلیل اینها هم نمیفهمم. باز میگم فرامنطق، مگه گاف صندوقی که اونجا باز شده، مگه پلیس وجود نداره تو این داستان؟ چرا ما سریالمون اینجوری شده همه شدن کارارگاه و پلیس اصلی نیست؟ گاف صندوق با دست ایشون باز شد، دستکش دستش نبود، اثر انگشت نمیگیره پلیس شک کنه به کسی که توی دفتر میرفته میومد. آخه چرا اینقدر بی‌منطق؟ خب اینا باعث میشه من با سریال همراه نشم، همه اینا منو از سریال زده میکنه. یک سری وقایع غیر واقعی برای حرکت دادن داستانی که اصلا با منطق آدم جور در نمیاد. یه نکته دیگه هم که می‌خواستم فرصت بدم به این سری، فکر می‌کنم تا اینجا کافی باشه. من هنوز دلیل نشون دادن اون صحنه‌های چایو که دو سه جا چایو نشون داد میریخت و اون شکلاتی که مهدی هم قسمت پیش بهش اشاره کرد، من اینا رو هنوز اصلا نفهمیدم این کجا این داستانه. به هر حال شما وقتی یه چیزی از لحاظ بصری داری نشون میدی، باید از اون اکسسوار یا از اون فضای استفاده‌ای داشته باشه، نه که همینجوری یه تیکه نشون بدی که این که نشد که ساختن فیلم. این تمشکو اینا رو میگه، اون دفعه تبلیغ سامسونگ کرد کجا نمیشی بود ریخت. من گفتم بعد بیفته پایین دیگه، حالا یه قسمت طول کشید اون قسمت بعد بیفته. یکی اون بود، یکی قسمت‌های دوم و سوم دقیق یادم نیست، دو سه جا یعنی به مراتب این تکرار شد. عکس یعنی فیلم برداری با صحنه شروع که داشت چای میریخت دو سه جا، یعنی اینا رو به هم ربط داد. خب چرا اصلا چای چی بود؟ میدونیم متوجه نشدیم. اول در جواب حرف نگاه بگم، نگاه گفتی که پسر علاقه داشت به کار حقوق وکالت. من فکر میکنم پسر علاقه نداره، یعنی شاید من اشتباه بکنم، ولی به خاطر اینکه داشت زمانی به پدره بهش گفت من به آرزوهام نرسم، من احساس میکنم این وکالت خوندن آرزویی بود که پدر احتمالاً برای پسرش داشت. من اصلا پسر روحیاتش به این چیزا نمیخوره. چقدر این بنده خدا رو زدن تو این قسمت، باباش زدش، اون زنه زدش، اصلا من نمیدونم. حالا اوکی پسر خیلی طوریه حساسه، ولی دیگه انقدر کتک خوردن اصلا به نظر من منطقی نیست، یعنی حالا یه جوونی تو دنیای امروز. و اون شناسنامرم اصلا دلیلی نداشت که نشون بده، به خاطر اینکه تو داری طرف رو تهدید میکنی، جونش در خطره دیگه، مدرک که نباید بهش نشون بده، باید ببرش کاری که میخواد و میخوای براش انجام بده. و کیارش شاید حالا در قسمت‌های بعدی اوکی این اثر انگشتونه منطقی میگه، ولی شاید در قسمت‌های بعدی ببینیم. چون زمانی که پلیس وارد دفتر خانم وکیل شد اصلا ما ندیدیم که چی کار کرد، هنوزم اطلاعاتی نداده، یعنی زمان زیادی نگذشته، شاید چند ساعت اصلا گذشته بود یا یه شبانه گذشته بود. ولی سریالی که میتونست خیلی هیجان‌دارتر و جذابتر جلو بره. و اون قسمت بازی آقای که پدر پسرم بود، اون آقای سانیفرم، من اون قسمت های دادزدرش رو دوست نداشتم. بازش به
ببین وقتی که جای دزدی میشه، پلیس که میاد اولین کاری که میکنه اثر انگشت، یعنی انگشت نگاری میکنه از همه جا، از در و گاوصندوق و هر جای دیگه. و میتونیم بگیم که خب چون آرمان به گاوصندوق دسترسی داشته، این اثر انگشت رو برمی‌دارن، چون اثر انگشت قطعا میترا هم روی اون هستش. فقط اثر انگشتی نباشه میگن احتمال زیاد از دستکش استفاده کردن. این خیلی چیز عجیب و غریبی نمیشه. برای اینکه سیم کارتی هم که میترا گفت بگیریم، گفت برای خودم یه سیم کارت و گوشی بگیریم. دستکش استفاده نشد تو صحنه، نشون داد که دستکش دستشون نیست. نه میدونم وقتی که انگشت‌نگاری میکنن، انگشت یعنی اصلا انگشت غریبه پیدا نمیکنن، میان احتمالاً از دستکش استفاده شده که اصلا انگشت تمام کارکنان اونجا روی گاوصندوقه. این اصلا نمیشه بهش ایراد بگیری. اما سیم کارتی هم که میترا خواست برای خودش خواست، و اینکه خب دیگه حالا نشون نداد برن سیم کارت بگیرن از امور مشترک، دیگه فکر میکنم میتونن پرینت چند روز اخیرشون هم بگیرن، نیازی به نامه دادگاه دیگه فکر نمیکنم الان داشته باشه. قبلا یه جورایی بود که میخواست اگه برای کسی رو میخواستی. و اینکه فکر میکنم لب پرتگاه غیر منطقی بودنش به یه کنار که نشون داد. و اینکه این نیلوفر با میترا از طریق تلفن در ارتباط بود، یعنی هیچ پیامی رد و بدل نمیشد بینشون. چجوری فهمید که این کجا قرار میره، کجا میره که مثلا اونجا حالا خلوت میکنه که اومدن پیداش کردن؟ اینم از نظر من یکم بی منطق بود. و اینکه حالا میگه علاقه نداره سحر آرمان به حقوق، میگم اوکی، اصلا این کاملا قبول، روحیاتش هم نمیخوره. اما کسی که 4 سال درسش رو خونده باشه، توی یه جای کار بکنه که تمام با پرونده های حقوقی و کیفری سر و کار داره، به احتمال خیلی زیاد این چیزها رو میدونه. این میشه برای من باگ. وقتی که آرمان دنبال مدرکه که ببینه این واقعا شوهر اون خانم نسرین هستش، ولی واقعا وقتی ازش میپرسن دیگه این اطلاعاتو کی داره، خب بگه همون توی لپتاپه. چرا یه دفعه اسم میترا و سحرم لو میده؟ این خیلی عجیبه. یه آدم احمق واقعا این کارو میکنه. کیارش باهات موافقم، من رو حساب ترسش هم نمیذارم، آدم خیلی احمقیه. من فقط اینو فراموش کردم بگم، گفتی آدم افتاد، یه ذره دیتیل بیتر بخوایم بشین میگم این سریال اگه 10 سال پیش بود انقدر روزون نمیشه، ولی الان سریال این شکلی نیست. اینها گوشی نداشتن با پسره با هم قرار شد گفت بیا توچال. آخه کجای توچال؟ خب برای من مشخص که من بیننده دارم توجه میکنم به سریال، دلم میخواد همراه واقعیت سریال شم، نمیشم. بعد داستان گاوصندوق این هم اشاره کنم بهش. ببین من به این نکته باز هم فلش بک زدم عقب نگاه کردم، دیدم خود اون آقای غریبه هم که بود دست زد به گاوصندوق، یعنی هیچ جوری اصلا بهش نپرداخته بودن، میگم در رفته کلا از دستش. خب ببینم انگشت نگاری تو آگاهی هزینه داره؟ یعنی باید بریم هزینه پرداخت کنیم نه یا خوش میان؟ مهدی جان بستگی به پرونده داره، ولی اصولا خودشون اتومات میاد، یعنی اصلا جزو روند کاریشونه. شما البته خیلی وقت میشه ببینید اصلا چیه. گفتم شاید مثلا اون پودره که میریزن گرون شده، گفتن حالا آقا فعلا تو ایران از این حرکت ها اتفاق میفته دیگه، یا الان هزینه داره. اون چسبی که میزنن فعلا الان تو انبار نبوده، حالا گفته انگشت نگاری نکنیم خود دزده پیدا میشه. مثلا اینا انقدر چکیش میکنن که بعد یارو به نکرده و نکردهش اعتراف میکنه، میگه آقا اینم هست، اینم گردن بگیر. باز من به کیارش تبریک میگم، چون کیارش میگه من 3-4 جاشو کلا متوجه نشدم. باز خیلی خوبه، من کلا متوجه نمیشم این سریالو، یعنی خیلی واسم جالبه. این دسته سریالا باید چند تا المان داشته باشه دیگه، فیلمنامه، تعلیق، نوع حس بازیگر، خیلی عوامل مهمی داره این ژان که بتونه جذابترش کنه. مثلا ما به عنوان بازی دقیقه 20 این قسمت اگه نگاه کنید، جای مناسبی که خانم بهرامی دیگه بازی رو به ما نشون بده، ولی باز دوباره همون اکتایی که توی قسمت های قبلا بود، صدای اشتباه، حس اشتباه، دیگه یه موقعی عصبانیت از روی پوستت باید بیاد بیرون، نه که خیلی شیک عصبانی شی. یه سری جاها خیلی شیک آدم عصبانی میشه، یه سری جاها دیگه از زیر پوست میاد بیرون، یه خورده صورت بتره که یه حس باورپذیرتری. من هرچی نگاه میکنم اصلا نمیتونم با این سریال همراه شم، به خاطر اینکه حالا نمونه های مشابهش هم بالاخره، مثلا حالا همین زخم کاری هم ما دیگه خوراکش بود دیگه، که هی اینا میرفتن یه کاری میکردن، اونا دوتا موتوری میفرستادن انتقام بگیرن. یعنی همین بساط ما تو اون سریال هم داشتیم، باز زخم کاری دور ما این همه با هم مشکل داشتیم، باز تعلیقاش یه خورده بهتر از این سریال در اومده به نظر من. سریال خواباوره، یعنی این سریال های قشنگ زمستونیه که فضا رو گرمش کنی، آجیل رو بذاری بخوابی، نمیتونی دنبالش کنی. نمیدونم، یا شاید ما خیلی دیگه داریم
سخت میگیریم یا اینکه زیاد داریم سریال میبینیم. سریال کیارش هم گفت اگه 10 سال قبل بود شاید قبول میکردیم، ولی الان من یه مشکلی که دارم، شما لیبل صدا و سیما رو اومدید بیرون، بیاید تو ویودیا که کیفیت کار رو ببرید بالا، یا اومدید تو ویودیا که صدا و سیما رو بیارید اینجا. این واسه من خیلی سواله، چون این دوتا چیز مختلفه. مرسی بچه ها از تک تکتون، دمتون گرم. نظراتو دید، یعنی شنیدیم و دیدیم و فیلمو. بعد یه نکته خیلی جالب خنده‌دار بهتون میگم، موقعی که داشتن جنازه رو می آوردن، اون دوتا مأمور پزشک قانونی انگار عجله داشتن یا پول بهشون ندادن، جلویی داشت عقبیه رو میکشید با بلانکار، میدونی؟ یعنی انقدر چیز بود، خیلی یه سیزای کمیک هم توش داشت. ولی نکته‌ای که محمد گفت خیلی جالب بود، که صدا و سیما هر جو که ورود میکنه به هر حال باید بره رو استاندارد خودش دیگه، چند وقت دیگه از این طلا هم باید بزنن، لاک هم ممنوع میشه برای خانوما دیگه، دست دادن هم اینجا ممنوع میشه. یه سریال هایی میبینیم مثل مثلا آمفکم عقرب قاطر رو میخوای بگی، ولی سریال های من و او و زلالتر، آره یه همچین چیزه. آره دقیقا، هر سریال های صدا و سیما مثلا زهر عسل یه چیزی بگو ما کیارش برای پست ختام. من فقط این نکته رو بگم چون میدونم که این موضوع قطعا کامنت میگیره، خوشبختانه ما بیننده های ریزمین زیاد داریم. بچه ها پزشک قانونی که نگاه گفت، ما همه ماها میدونیم که اثر یک رابطه جنسی در پزشک قانونی تا 72 ساعت قابل تشخیصه، ولی منظور این بود شاید بیشتر از 2-3 روز گذشته. اینو نیاد بنویسید بعدمون بگید. مرسی. آش نخورده دهن سوخته شد آقای شهرباف. شب و روزگارتون خوش. ببینیم که مخاطب خوش فکر و زیرک ما چه میکنه. خدا نگهدارتون تا برنامه بعد.